سلام، این قسمت میخوام راجع به عبارتهای متفاوتی بگم که میتونیم موقع تشویق کردن کسی ازش استفاده کنیم. توی هر شرایطی میخوام بگم که از کدومش استفاده کنیم و اگر که میخواییم ویدیوهای آینده من رو هم ببینین یادتون باشه حتما سابسکرایب کنید و دیگه بریم. Amazing. Amazing. Or great. مثلا بعدش هم میتونیم بگیم که چرا این حرف رو میزنیم. Great work. Great job. Amazing job. Amazing party. یعنی مهمونی خیلی شگفت‌انگیز. عالی. Great. Bravo. Bravo. آفرین. عالیه. Brilliant. Brilliant. Cool. این خیلی استفاده میشه توی آمریکا. Cool. مثلا یه چیزی میگه که میخوای انجام بدی یا یه کسی میگه که من یه کاری انجام دادم، میگه cool, that's amazing. نیب چقدر باحال، چقدر جالب. Fantastic. Fantastic به معنی خیلی عالی. دیگه این دوزش زیاده ها، یعنی خیلی عالیه. You deserve a medal. You deserve a medal. تو حقت اینه که یه مدال بهت بدن. طرف کارش خیلی خفن بوده. I'm impressed. I'm impressed. یعنی منو تحت تاثیر قرار گذاشتی، اصلا دیوونم کردی. I'm impressed. No one could have done it better. No one could have done it better. Better. Could have موقعی استفادهش میکنیم که میخوایم بگیم یه کاری میتونسته باشه. پس میگیم که هیچ کس نمیتونست بهتر از این کار انجام بده. Incredible. Incredible. یعنی یه چیزی که خارق العاده است. Awesome. Awesome. و در واقع تهش باید علامت تعجب بذاریم. Keep it up. ادامه بده. آفرین. Keep it up. Keep up the good work. Keep up the good work. این جمله رو من خیلی به بچه‌های مدرسه میگم. وقتی که یه کار خوبی انجام میدن، مشقشون رو خوب انجام میدن، میگم keep up the good work. Lovely. Lovely. خیلی دوست داشتنیه. چقدر عالی. Way to go. Way to go. آفرین. ادامه بده. Unbelievable. Unbelievable. ببینید یه چیزی که میتونم در مورد این کلمات بگم که خیلی هم مثلا در مورد unbelievable میتونه تاثیرگذار باشه، وقتی شما استرس کلمات رو خیلی روشون تاکید میکنین، اون شدت هیجان و شدت اینکه خیلی خوب بوده، دوز اون عالی بودنش هم بالا میره. مثلا اگر که من بگم unbelievable، منظورم اینجاست، به فرض میگم که خیلی عالیه. اگر بگم unbelievable، اگر بگم unbelievable. دیگه خیلی استرس دوتا جا رو زیاد کردم. استرس علکی نمیذاریم، یعنی نمیایم روی هر کدوم از سیلابا که دلمون بخواد، نه، همون استرسی که خودش داره رو صرفا دابلش میکنیم، همچین زیادش میکنیم، اقراق میکنیم. stunning. stunning. من اینو هم زیاد استفاده میکنم. stunning یعنی شگفت انگیزه، عالیه. well done. Well done. آفرین. خیلی خوبه. You rock. You rock. آفرین. داری میترکونی. It's wonderful. Wonderful. آفرین. خیلی خوبه. راستی برای تمرین کردنش هم بهتون بگم که چند تاشو سر زبونتون بندازین، کاری که من خودم کردم. یعنی دو سه تا از اینا که احساس میکنم بیشتر دم دهنم میاد و بیشتر میتونم به کسی بگم رو انتخاب کردم. من great رو انتخاب کردم، keep up the good work، awesome رو انتخاب کردم، lovely و fantastic، cool، اینها رو انتخاب کردم و خب بیشتر هم چون شنیدم. و زمانی که یک کسی کار خوب انجام میده یا میخوام تشویقش کنم، دقیقا اینا رو استفاده میکنم. پس چند تاشو، یه 5-6 رو استفاده کنین که درجه بندی هم داشته باشه ها. یعنی مثلا از great شروع کنین. Cool, fantastic, lovely, you rock, keep up the good work, awesome, incredible.
همینطور بر اساس در واقع طبقه بندی کار جالبی که انجام داده چند تا کلمه انتخاب کنین تا وقتی که میخواین یکی رو تشویق کنین بدونین چی بهش بگین. و اگر که یهو رفتین جلوی یک خارجی زبانی یک کار جالبی انجام داد، اینجوری وای نستین و بهش زل بزنین، ندونین چی بگین بهش. مثلا خیلی هم کار خوبی کرده، ولی شما میگین گود گود گود. این همه کلمه هست، لطفاً تمرین کنید. خب شما به من بگین توی کامنت ها که از کدوم یکی از اینا بیشتر استفاده میکنین، کدومش رو بیشتر شنیدین، و اگر چیز دیگه ای هم بلدین حتما توی کامنت برام بذارین. تا قسمت بعدی، فعلاً.